من نیشا هستم، یک بازیگر مهاجر. به کانال من خوش اومدید. سلام، من مهناز هستم. به کانال ایشون خوش اومدید. بچه ها، امروز مهناز رو دعوت کردم خونه. دیدی یعنی پسرها گفتم دختر میارن خونه، امروز دعوتش کردم خونه و میخوام آلبوم بهش نشون بدم. گفتش یه دونه لاک پشت دارم رو پای میزنه. گولش زدم با لاک پشته و آلبوم خانوادگی و این حرفا، آوردمش خونه همون. چی شد؟ تموم شد؟ بقیه شد. یعنی بهش میگم تو حرف همدیگه نریم، یکیمون حرف میزنه وایسا، بعد اون یکی باید شروع کنه. الان در این 3 ساعت حرف نمیزه. این خدا چرا من؟ خلاصه ما یه چیز شگفت انگیز اینجا داریم. دو دو دن دن دن. به این میگن منش، به این هم میگن مارو پله. هیچ وقت تو زندگیم همچین چیزی پارچه‌ای ندیده بودم تا وقتی که یادمه اینا رو کاغذی تو ایران دیدم. خیلی قدیمیه اینا. وای چی نمیشه؟ باستان؟ اینا ها چیه این؟ بکنم از به کار خودش. چند سال اینا رو داری مهنا؟ نمیدونم به خودش. شاید میگه با خودم بردم آلمان، اینور اونور برداشتم و بردم اینجا. ما منچ داریم در دل استانبول، در قلب استانبول منچ و مارپله داریم و میخوایم بازی کنیم. اول از این میدونی اسم این منچ نیست؟ چیه؟ تو ایران تبدیل شد به منچ. یه بازی آلمانیه در واقع. آره این کسی که اینو اختراع کردم یه آلمانی بود، فکر کنم اسمش اشمیت بود. تو جنگ جهانی اول خب یعنی قبلش این اختراع کرد، بعد این فروش نداشت اصلا بازیش، این فروش نداره. تو جنگ جهانی اول اینو میفرسته برای مجروحای جنگی که تو بیمارستان بودن سرگرم بشن باهاش. بله دوستان تعریف. آره سرگرم بشن. دوربین اینجاست. دوربینو رو گم کنه انقدر که ما پر از تو استادیومون پر از دوربین خونه. بعد اینا میفرسته اونجا، اونا هم تو بیمارستان رو سرگرم میشن، بازی میکنن و بعد که تموم میشه جنگ رو میبرن خونه شون و این سرگرمی یه جورایی دیگه بعد از اون چیز میشه. چقدر جالب. بعد از خواهی میکنم این مارپله هم جزش بوده یا نه؟ اونو در جریانش نیستم، ولی این اسم اصلیش هستش منش ارگردیش نیش، یعنی انسان آدم عصبی نشو. چه جالب. بعد دیگه منشش مونده که کم کم تو ایران تبدیل شده. در واقع با این تسکین اعصاب میداده. مثلا بشین یارو فکر کنه بازی کنه. کدوم این رنگا هم رنگ طبیعته. خواب باد و آب و خاک و آتش. این مثلا سبزش رنگ طبیعته. چه جالب. رنگ باد قرمز آتشه. رنگ باد که نه چی بهش میگن؟ هوا؟ نه نه. آسمانش؟ نشانه، حالا نشونه باد این خاک قرمزم آتشه. چه باحال. اونایی هم که مثلا میندازی خودت انتخاب میکنی مثلا کدوم رنگ تو طبیعت داره میچرخه، در نهایت همه پیروز میشن مثلا. یعنی در واقع یه چیز فلسفی پشت. خیلی چیز جالبی بود. خیلی جالب بود. شما میدونستین همچین چیزی رو؟ اگه میدونستین کامنت کنین، اگه بیشتر میدونین کامنت کنین، یا فقط میخواد کامنت بگیره کامنت کنین دیگه. من شما چی کار دارید؟ کامنت کنین. آره حالا ما به جای منچ امروز میخوایم مارپله بازی کنیم، چون تو تعریف منچو کردی. آها نمیخوای بازی من انجام بدی؟ من نمیخوام بازی تو رو کنم. نه میخوای. آخه دو نفره میشه منچ؟ آخه چرا نمیشه؟ 4 نفره حتی من بلد نیستم. یادم رفته، یادم افتاد. زمین اصلی این یعنی جدای باد و آب و زمینش چمن مصنوعیه؟ نه زمینش گرد بود، یعنی این صفحه اصلی اختراع گرد بود که کره زمین در واقع بود. آها بعدن چقدر جالب، چقدر جالب. اطلاعاتم خیلی بالاست. فهمیدین دیگه؟ فهمیدین دیگه بیشتر توزن. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم پس مارپله بازی میکنیم و چون منچ میدونی شاید اونم بازی کنیم، ولی من همیشه میفهم کنم اون 4 نفره مثلا باید بازی بشه با حالتره، ولی مارپله که اینه خیلی خوبه، چون که اون مارا اونجوری وجود دارن نیش میزنن میفرستنمون پایین. اینو میایم بازی میکنیم، یه چیز بذاریم جزا بذاریم مثلا. آره. یه دست که بازی میکنیم برنده
به بازنده یک کاری بکنیم. آره اونو باید بذاریم موقعی که اون بازنده. نه دیگه باید الان باید تعیین کنیم. مثلا یه سوال خصوصی بپرسه و اون مجبور بشه ما جواب بده. چه سوال خصوصی؟ آقا نه بیا اصلا این کارو بکنیم. مثلا جایزمون باشه مثلا من میبرم دیگه، معلومه که من میبرم. تو امروز هم درسته مثلا مهمونی و اینا، ولی مثلا من بشینم همه کارا رو تا انجام بدی. این یه تیکه خونهش برات تمیزه. این یه تیکه باباشو خونه رو جمع جور کن. آقا من یه دوستی داشتم، هیچ وقت یادم نمیره. همیشه کمدش واقعا میگن وشو بود توش جمعه چه لخته بود اصلا وحشتناک. هر وقت من میرفتم خونهش به هوایی که مثلا بر از کمدم هیچ چیزی بردارم، میدونست من خیلی بدم میاد، کمدشو برش تمیز میکردم. بعد از تو کمدش چیزایی در میابرد که میگو این هم شرطه، من مثلا یک سالی نمیدونستم دارمش دیگه. حالا مثلا چی داره منو مثلا مثال میزنه؟ خب که چی؟ انسان های شلخته، بسیار انسان های دوست داشتنی، انسان های وفادار. چه ربطی داره مثلا وفادار؟ انسان های شلخته تو هم خیلی از نظر چیز منظم ترم میدونستی؟ ذهنی. چون دروغ میگه من شلخته نیستم. دروغ میگه من شلخته نیستم. دروغ میگه بلکه شلخته. خب آقا بازی کنیم. جزا اینه من مثل شاه به تو دستور بدم به تو انجامش بدی. من آتش برمیدارم. حالا که اینطوره سوالمون این میشه، سوال خصوصی. یه سوال خصوصی داریم دیگه در انتها، سوال خصوصی که تو ذهنم ازت میپرسم. ولی خب من اینجا مینویسمش که جفتمون همون سوالو در انتها بپرسیم. چرا غریبه بچه ها هن؟ دوستای من غریبه هن؟ سوالو نوشتیم باید ویدیو آخر ببینید تو بخوای ببینید سوال چی؟ ببینید بچه زرنگه بابا تو آخر ویدیو هم رو باشید. بله بفرمایید. استارت کارو میزنیم. بفرمایید. شیش چیز میشه شروع میکنم. بده من قاستا شیش. تو که شیش آوردی، من پنج. پس تو شروع میکنی. از کجا شروع میشه؟ از یک شروع میشه دیگه. بعد تو آبی گذاشتم، میخوای رنگ دیگه بزنی؟ من قرمزم باشه، من آبیم. چاسو ببین میری بالا دیگه جایزه نداره. نه عزم، تو زمانی که برسی به اون صد فعلا من دو پله رفتم بالا. یک آورده بود، حالا من یک. چقدر بدم یه دنباله برم. برو بیرون. چه هستی؟ آه دوتامون باید رو هم بایستیم. الان رو همیم. الان جفتمون رو همیم. پنج. این من چند میارم الان؟ به خود نمیم. قطعا نمیم دوباره را میافتیم. دو! یک دو. دو. شما تاس داری یا اینقدر تاس من استفاده؟ فکر کنم تنها میشینه تو خونه اینو بازی میکنه، دست به تاس. ببین از روزی که اینو خریدم که نمیدونم مال چه تاریخی اولین باره. ببین همیشه تمیزه تاشم بازی. یک دو سه چهار. خدا یک. اینقدر خدا رو صدا کنم یک اومد. خب بهتر از اینکه ببینیم شما رو. چهار. یک دو سه چهار. پنج. یک دو سه چهار پنج. موازه باش اگه بخوای بسن بری یک بیاری با دو برگری پایین. اینو فقط بسو بالا رفتن پایین هم میان. شیش که میندازی دوباره بزنی. چه زرنگ بازی هم تقیی میده ما حالیمون نید. باور کن همینه. دو یک دو به ما میرسه پله. نمیدونم دریا خوششه بچه بودیم اینجوری بازی میکنم. دو خدا رو شکر. یک دو. این تاسه شد نمیشه. تاسه گیره. آقا داره میبره. من یه سه بیارم باختم. خدا یه سه بیاره. منم یه عددی بیارم. شیش بیارم. خدا سه. با
تو بود. یک دو سه پنج، یک دو سه چهار پنج. فاک منه؟ بله. اللهم عید گناه سه. خب یک دو سه سه یک دو سه و ما همکنون من یک دو خدا بیا کن نیشت نزد یه تازه عوض اهه این خرابه من خرافاتی همی برای من یه دو یک دو اها چی میشه سه بود حالا الان شیش میارم مثلا یک آمود برگشت از سر ایجا چه قشنگه خیلی بد شد یک با یک هم رفتم بالا ترسی خورم خیلی دلشون دو برو بالا دیگه آه برو بالا عقده ای میشیم یه چهار تا نرده بود خب برو چه تاسی دارم یه بزرگتری ماره نیشتر من تا پایین اومدم خیلی بیشت تاسی دارم تازه میگه تاسم خوشلوم نه دستت بهش خورد دیگه گفتو به در من چهار یک دو سه چهار گفتم من پایین نبودم یه دو آره اینجوری دعا میکنی برای من لحظه برای خودتو برو رو نیش مار باری کلا شیش لعنتی یه دو سه چهار پنج شیش ایشالله که یه دو میاری میفتی پایین ایشالله یه دو سه عالی بود نیش نخوردی ولی به نردبون رسید افتاد پایین برو پنج یک دو سه چهار پنج قلبم میزنه پنج برو آقا یکم به تاس من دست میزنی یا اونشو از بین میبری آقا این قبولی خارج بازیه یک آنه هایه سه یک دو سه فکر چای میریم یه گلا نشد دیگه بردار اون تاس تو یوم نتاس من رو خراب میکنه اون تاس تو بردار بابا جان این یه اوتو باید میکردیم این خط وزن آره وقت نشد میدونی به خاطر شما عزیزان دو یک دو اشتاله یه دوی دیگه میاری بری پایین بابا چرا دعای بد میکنی برای من؟ تاسم کو دست نزن خب شما نهی روی صفحه رو یه ذر رو بریم روی صفحه براتون دو این منم یک دو تاس تو وردار تاسش افتاد زمین یک یه ذر اینجا بنداز منم یک آقا اینو یه ذره بذاریم جلوتر اون زیرش رو میخوایم وردار اصلا ربطی به اون زیره نداره این باید یه اتو میخورد خب یک تاسه باید چی میخورد که اینقدر یک نیار تاسه نمیدونم چشمه شیش 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 زیاد ذوق نکن شیش 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 یک دو سه چهار پنج شیش یه بار دیگه شیش جایزه داره بچه ها سه یک دو سه خیلی جایزه با اون جایزه شو نخواهیم باید کیو ببینیم شیش زوخ کرد نه همچه زوخ نمی کنم میرسم یا به این پله یا به اون ماره انشالله به ماره میرسی شیش دیدی گفتم شیش آخ 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 بسطش ببین یه دونی یک بیاری نه دیگه پنج ای وای رفت نه هنوز نرفتم اینقدر نیش مار هست منم آقا این نه قبول اینجاش بد بوده
تقلب های مسخره میکنم. سه بچه ها سه خدا پنج اوف بین دوتا نیش مار بودم، یعنی بغل نیش ماره، بغل بغل یه دونه یک بیاره چنان میفته پایین که تو زندگیش نیفتاده پایین. سه یک دو سه برو ببینم میبازه مطمئنم. پنج خدا ببازه ای خدا. دو یک دو تو یه دو بیاری دوباره برگشتی، من دو بیارم میرم بالا، من همش میخوام شیش بیارم با جایزه برم اون بالا یا بالا تو رو هی بندازم پایین. ببین اصلا میرسیم ساعت ده شب بشه ما هنوز داریم شیش دیدی گفتم میخوام شیش بیارم، یک دو سه چهار پنج شیش یه جایزه ویژه شیش یک دو سه چهار پنج شیش یه یک بیار یه جایزه دیگه سه یک دو سه آن که برای دیگران بد میخواهد برای خود هم باید بد بخواهد، آن که برای دیگران خوب میخواهد. من برای کسی بد نمیخوام، من فقط میخوام پلای ترقی رو بیاد پایین بره بالا. میدونی برای زندگی خیلی خوبه، رشد تو خوب. این مشکل اینه ولی من یک هم میرم اب نداره من آدم با مرامی هم. چهار رفت پایین، هم رفتم پایین هم خوردم به این نرده بودم، یعنی اینو من باید ویدیو بگیرم از نزدیک. نیم هم خورد به ماره، هم رفت اینجا، هم افتاد پایین. هر آنچه برای دیگران اگر شما بخواهید عزیزت. برای خودتان هم جمله درسته؟ یه جمله هست زشت بگیم ولی شب دراز قلندر بیدا. نه اون نیست، من اشتی اون میخواست بگه نشاشیده شب درازه. نه اگه اینو خواست بگیم نشاشیدی من هم نیستم. سه یک دو سه سه دوباره افتاد پایین. نه این دو سه همچنان ادامه دارم. آقا به نظر شما این بازی چند ساعت میتونه طول بکشه؟ خیلی برای هم حالا شد احتمالاً اون منچ با این بود چون صفحه پشت اون منچ این بود دیگه. خب بعد اینا که تو بیمارستان نشتن و سرشون سر میره بازی رو مثلا تو دو دقیقه تموم کنن، بعد احساس میکنم یعنی این رو یه جوری طولانی درست کردن که تموم نشه، صبحشون شب بشه، شبشون بتونن زمان رو بگذرونن و 100% خب مثلا دو نفر سه نفر چهار نفر تعداد زیادتر تا نوبت طرف بشه مثلا بندازه. چهار نفر است دیگه. یک ولی بچه ها من برنده این بازی خواهم شد، شما اصلا نگران نباشین. چهار میدونی من قلبم صافه، دلم صافه، این مارا منو نیش نمیزنن. الان اصلا یک میارم میرم پایین دیدی گفتم ای خدا افتادم پایین از 54 رفتم به 34. پنج یک دو سه چهار پنج پنج بچه ها یک دو سه چهار پنج ای خدا یه دونه چهار دیگه بهت بده. آقا تو برای خودت دعا کن مثلا شیش بیاری بری بالا، چرا برای من دعا میکنی که من بد بیارم؟ آقا برگشتم سر جای اولم. ببینی من بهت گفتم اگه برای دیگران چیز بد بخوای سر خودت میاد، تو هیچ دقت نمیکنی. تو عوضی که بذار بهت بگم، تو عوضی که برای خودت دعا کنی بری بالا، برای من دعا میکنی که بیام پایین. این خیلی غلطه، کنارم باشی. اشتباه تو در همینه، تو تمام اشتباهات و درستی های زندگی میخوام کنارم باشی. اشتباهش همینه، خبیث خب بارو. خبیث بودن سر خود آدم میاد. بدبخت هستم من. نارم افتاد، پلیس پوشیدم، سردم شد، چای نبات درست کردم، همش تقصیر اینه. دروغ میگه، میترسه ببازه، فهمید من میخوام چه بلایی سرش بیاد. من نحیف، صاف و ساده اینجا نشستم چای نبات میخورم، با تو چی کار دارم؟ همش منو اذیت میکنی کن داداش. این خدا فعلا که تو اون پایینی من اون بالا هم بایستا. شب دراز هر کی شیش بیار قلندر بیدار. جوجه رو آقا بنداز ببینم. چهار نه الان باید ببینیم اول کی بندازه. آها دوباره شروع کردیم، آنتراکت دادیم دیگه. بیا
6 همش هم اول میشه 2 یک بیار ما بالا ایشالله به این وقت ساعت 5 1 2 3 4 5 6 2 برو 3 2 اصلا خودتو ناراحت نکنی ما الان 86 بعضی الان 21 هن افتادن هم پایین 2 1 2 آه خورد به او دوباره بندازه من مثل تو نیست یعنی میخوای بگی من متقلبم تو متقلب نیستی یعنی میخوای اینو به من بگی نه عزیزم خدا نه تو میخواستی همینو به من تو میخواستی همینو به من بگی ایشالله یه پنج بیاری پنج پنج دیگه نمیرسی به اون که یک دو سه ام 93 افتادیم به 73 چون که دعا کرد من هزار بار به تو میگم دعای بد نکن برای مردم بابا 6 باستا 4 میشه حسابش میکنه من چند بیارم میفتم پایین بعد اون اساس دعا بکنه ایشالله یه دونه میشه بابا سرت به کار خودت دو باشه. بیاری بری بالا چهار من تو برای من دعا نکن یک بدونم چرا این یک اونجورش یک دو سه چهار من اصلا از الان سکوت اختیار میکنم دعای یه سه بیاره بدنم آقا چه کلیدی تو من برای من دعا میکنی برای خودت دعا کن نه چرا برای من دعا میکنی آقا چی کار همیشه میگم برای دیگران دعا کن ارتعاشاتش تو رو میگی آقا حیف که نمیتونم بهش یه چیزایی بگم بسته یک یک آوردم 78 چای نباتمو میخورم به آرامش برسم از دستش نه خودتو ناراحت نکنید راه کج به منزل نه منظورش اینه که یک نمیاره میره بالا رو کرد برنده میرسی یا نمیرسی باره کرد به من میخوام وسطو مثل این نردمونه بپرم تو نذاشتی باره کج به منزل یک دو سه میرسی یا نمیرسی نمیرسه دیگه خدا باره کج میرسه میرسه وسط را یک ای خدا بچه ها یه دونه سه بیاریم اینو فینیش اینو نزدیک بگیر که اگر که یک بیاری چی میشه و اگر یک نیاری چی میشه ولی حتما باید یا دو بیاری یا سه اگه یک بیارم نمیشی. کی گفته؟ باید حتما اون سه رو بیاری که برسی به سر کی اینو بهت یاد داده؟ ما بچه بودیم اینجوری بازی میکردیم اینقدر اونجا با میسریم در هر صورت فقط میخواد تمام کنیم نه خدایش ندید ببین. رو ویدیو. ببین من الان روی 97 ام انسپکت نکن که میتونی بیای پایین از پله ها من خواستم اینو بگیری که مردم ببینن قویم ادامه میدیم ما در طول زندگیمون فقط جنگیدیم بازم میجنگیم با تو با همه میجنگیم 5 1 2 3 4 5 1 به این مرحله رسیدیم من روی 96 ام خانوم روی 99 باید من یا یک بیارم من چند بیارم؟ چهار بیارم پس لحظات حساس و پایانی بازی دو من که رفتم پای خدا نگهدارتون چهار نشد همچنان ثابت میمونه یک دوباره اومدم سر جام خب یا باید سه بیاری یا من یک بیارم دقایق آخره الان جفتمون روی 99 ایم رو هم دیگه ایم اینجا رو 99 ایم من بهتر نیستیم من اینجا برداری که ملت ببینن اینجا حالا چه میکسره راست میگه روی 99 ایم حالا هر کدوم اون یک بیاره برنده است بذار از اینجا نشون بدم که رو 99 ایم دوتامون منم 6 آوردم دوباره میتونم بندازم
سه. بعد الان یکیمون یک بیاره دیگه. لحظات پایانی بازی چه اتفاقی داره میفته؟ 6 آوردم، جایزه داره 4. حالا که میخوایم یک بیاد نمیاد. 3. بره اینجا و تو همچنان بر سرمم بیا و التماس کن و بگو. خب الان یعنی من باختم؟ چرا من باختم؟ آقا این تاساشو فکر کنم نشونه گذاری کرده، یه تاسش خوب میفته اون یکی بده، اون بده رو داده به من. حالا هرچی خودش آه. میتونه رو اینا تشخیصی بده، توضیح نده. خب الان قیافت میخوره به آدم های بازنده بشه اون وقتا تو کادر باشی که من بهت بگم بخور آن چای نبودتم بخور. و میرسیم سر سوال خصوصی و شخصی عزیزم. دماغم میاد هر جا تو بیاد جواب بدی. چی بگم؟ سوال اینه که آیا تا حالا کاری کردی که شرمگین و خجالت زده شده باشی و الان وقتی فکر میکنی یه جا بیپ کردم که اون کارو کردم؟ تمشو سوال معلومه که نه، من هر کاری میکنم حال میکنم انجام میدم، اصلا برای مهم نیست که بخوام خجالت بگیرم. اشتباه نمیکنی، سوال برعکس برداشت کردی. مثلا یه کاری کردی الان بهش فکر میکنی که من چه تو اون تاریخ اون زمان یه همچین عمل خبیثی از من سر زد، در شأن من نبود، من چرا همچین کاری کردم؟ نباید بوده بوده. من بچه ها وقتی که اینجا کلاس زبان ترکی ثبت نام کردم، رفتم کلاس زبان ترکی با یه دختری آشنا شدم روز اول، بعد بعدش با خودم گفتم چرا آخه من با این آشنا شدم؟ این چه خبطی بود که من توی زندگیم کردم؟ چقدر که من پشیمونم؟ تو فکر نمی کنی ارتعاشاتم از اون گرفتی؟ اونم همچین فکر می کرد، شاید اینجوری بوده باشه. اینو میگم من تو رو میگم. نه خدایش، یه کاری کرده باشی که مثلا خجالت میکشن اصلا نمیدونم. مثلا یکی تعریف میکرد، من یه دفعه این سوال رو یکی کرده بودم، گفتش که من یه دفعه تو چیز را تو جاده خیلی دستشویم گرفت، بعد بالاخره گفتم خب به هر حال نگه میدارم. خب تو ایران هم میگه که خانم ها خیلی سخت میتونن تو جاده برن دستشویم، مثلا الان حل شده است. ولی میگفتش بعد دیدم که خب بلش کن دیگه، با میسنم یه جا دستشویی میکنم دیگه. خب وقت دستشویم تموم شد پشیمون شده بود چی؟ در بعد دید از اون دور ازش فیلم برداری میکنم. بعد میگم خیلی خجالت اونی که فیلم برداری میکنه شرمنده بود. من بعد فهمید که جایی که واسطه بود اصلا جای مناسب پر خانواده بود. ولی من عقیدم اینه، من میدونی عقیدم چیه، آدم انسان یه بار داره زندگی میکنه دیگه، هر چیزی و هر کاری رو میتونه یه بار انجام بده، امتحان کنه. یعنی هیچ جایی برای خجالت وجود نداره. آقا سوالمو پس میگیرم، هر جور داره خودش رو ترجیح میکنه. سوالمو یه جور دیگه تکرار میکنم. حالا تاله گوهی خوردی که بعدا بگی چرا گوه خوردم؟ من از گوهایی که تو زندگیم خوردم همیشه راضی بودم. آه من سوالمو اصلا پس میگیرم. این سوال در رابطه با من جواب نمیده، به خاطر اینکه من از هر کاری که تو زندگیم کردم واقعا میگم اصلا اظهار پشیمونی ندارم. من نبود کاری مطمئنم اظهار پشیمونی نبود اصلا هر کاری. ببین مثلا من خودم بعضی وقتا بگم من چرا وقتی که مثلا مهاجرت دومم رو انجام دادم یه ذره بیشتر فکر نکردم مثلا رو اون کارم، ای کاش مثلا هرگز ورود نمی کردم به کشور دوم. میدونی من چی؟ شاید خجالت مثلا چیز نیست ازش خجالت، ولی از این کارم یه جورایی پشیمونی حسرت میکشم. چرا بیشتر تحقیق؟ مسئله اینه که مثلا من برمیگردم به زندگی من که فکر میکنم اگه یک بار دیگه برگردم به زندگیم و بخوام مثلا دوباره این زندگی رو زندگی کنم، کاری که کردم میکنم. من خیلی میدونیم
کاری که کردم میکنم، چون در واقع همش سعی کردم از زندگی لذت ببرم. امیدوارم که جواب سوالتو گرفته باشی عزیزم. نه. دیگه از این سوالا فکر نکنی که میتونی منو بندازی تو چاله، تو چاه. نمیتونی. بنابراین مرسی که با ما همراه بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب. من به یه سوال. آقا دارم حرف میزنم. من الان اینجا برنده شدم. چه کاری تونست بر من انجام بدی؟ سوال مگه نپرسی؟ ریدی به این سوال. قرار شد یک کاری واسه من انجام. چرا؟ الان من یه حرف خیلی جدی زدم. الان کسایی که در طول زندگی لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم یا عالمه. از قلب استانبول باهاتون بای بای میکنیم. مرسی که هستین. خدا بیاید.